جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش نهایی یوکیو و آمانو مدیر کل آژانس در مورد ابهامات باقی مانده فعالیت‌های اتمی ایران امروز شنبه 24 آذر ماه در وین پایتخت اتریش پشت درهای بسته برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی در مورد گزارش آقای آمانو برای پیشنویس قطعنامه ای رأی‌گیری خواهد شد که کشورهای گروه پنج با یک با مشورت ایران آماده و ارائه کردند. مقامات دو طرف گفتند که تصویب این پیشنویس پرونده ابهامات فعالیت های اتمی ایران را می بندد و دوازده قط نامه پیشین شورای حکام در مورد ایران را لغو می به گفته این مقامات تصویب پیشنویس مذکور زمینه را برای اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت های جهانی فراهم خواهد کرد. آیت علی خامنه رهبر ایران در نامه‌ای که در مورد الزامات اجرای برجام به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته بود ایجاد تغییر در راکتور آب سنگین عراق و تبادل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم طبیعی را که از جمله تعهدات ایران مطابق توافق جامعه است به بسته شدن پرونده ابهامات فعالیت‌های ایران در آژانس موکول کرده بود آقای آمانا در گزارش خود نوشته است ایران پیش از سال 2003 فعالیت های محدود اما سازماندهی شده ای در مورد یک برنامه تسلیحات اتمی داشته که بعضی از این فعالیت ها تا سال 2009 هم ادامه یافته اما نشانه قابل اعتنایی از ادامه یافتن آنها پس از سال 2009 وجود ندارد. به گفته آقای آمانو ایران پیش از سال 2003 تأسیسات مناسب برای انجام فعالیت‌های مرتبط با یک برنامه تسلیحات اتمی را داشته و رشته فعالیت‌های مرتبط با یک دستگاه انفجاری اتمی به صورت سازماندهی شده انجام داده اما ارزیابی آژانس این است که این فعالیت‌ها از سطح مطالعات علمی امکانسنجی و کسب توانایی‌های تکنولوژیکی مشخص فراتر نرفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز جلسه امروز گفت در مسیر حل و فصل پرونده اتمی ایران پیشرفت مهمی به دست آمده اما حالا وقت استراحت نیست این پرونده تاریخ طولانی و پیچیده ای داشته و باید بر سابقه بیاعتمادی میان ایران و جامعه جهانی غلبه کرد ابراهیم زکساکی رهبر گروه شیعه جنبش اسلامی نیجریه که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود زخمی و دستگیر شده است در پی دو روز درگیری در شهر زاریا رسانه های محلی روز دوشنبه 23 آذر از کشته شدن ده ها نفر از اعضای این جنبش خبر دادند اما این گروه در بیانیه ای تعداد کشته ها را صدها نفر اعلام کرده است خبرگزاری فارس در خبری که روز سهشنبه 24 آذر منتشر کرده شمار کشته شدگان بر اثر تیراندازی ارتش را 300 نفر اعلام کرده و گفته که ابراهیم زکزاکی پیش از دستگیر شدن هدف چهار گلوله قرار گرفته است خبرگزاری فارس از ابراهیم زکزاکی به عنوان خمینی نیجریه یاد کرده که شمار زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان را شیعه کرده است جنبش اسلامی نیجریه میگوید همسر و پسر شیخ زکزاکی هم در میان کشته شدگان هستند ارتش نیجریه دلیل همره به این گروه و محاصره منزل رهبر آن را تلاش اعضای جنبش اسلامی برای سو قصد به جان فرمانده ارتش نیجریه عنوان کرده است جنبش اسلامی نیجریه این اتهام را به شدت رد کرده و ارتش را به کشتار بیرویه اعضای این گروه شیعه متهم کرده است ابراهیم زکزاکی که سه پسر دیگرش هم در سال 2014 میلادی در حمله پلیس نیجریه کشته شدن شناخته شده ترین روحانی شیعه این کشور است که بارها به ایران سفر کرده و گفته می شود مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 23 آذر در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه نیجریه مراتب نگرانی های عمیق خود را از وقایع تاسف بار شهر زاریا ابراز کرده و از دولت نیجریه خواسته است که برای جلوگیری از خشونت و حفظ جان مسلمانان اقدام جدی و سریع انجام دهد حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه نیز گفت تعیین سرنوشت شیخ زکزاکی برای جهان اسلام و ایران بسیار مهم است وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که کاردار نیجریه در تهران را به این وزارتخانه فراخوانده و مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این خشونت ها و حمله به شیعیان را به وی ابراز کرده است 85 میلیون نفر از جمعیت 170 میلیونی نیجریه مسلمان هستند و رسانه های ایران میگویند شیعیان حدود 5 درصد مسلمانان نیجریه را تشکیل میدهند. عربستان سعودی اعلام کرد ائتلافی اسلامی با حضور 34 کشور مسلمان برای نبرد با تروریسم تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعضای این ائتلاف عربستان، مالزی، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، بنگلادش، بنین، پاکستان، توگو، چاد، تونس، جیبوتی، ساحل آج، سنگال، سودان، سیرالئون، سومالی، فلسطین، قطر، کومور، کویت، گابون، گینه، لبنان، لیبی، مالدیو، مالی، مصر، مراکش، موریتانی، نیجر، نیجریه و یمن هستند. خبرگزاری سعودی ده کشور اسلامی دیگر از جمله اندونزی را نیز حامی این اعتلاف معرفی کرده است. رهبری این ائتلاف نظامی بر عهده عربستان است و مرکزی برای هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات نظامی مشترک آن در ریاض تأسیس خواهد شد. هدف از تشکیل ائتلاف اسلامی مبارزه با هر گونه تروریسم عنوان شده است. در بیانیه‌ای که با امضای نمایندگان تمامی اعضای این ائتلاف منتشر شده است، بر حمایت از اعضای ائتلاف اسلامی در برابر تمامی گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن اعتقاد یا هدف آنها تاکید شده است. نمایندگان کشورهای عضو این ائتلاف تا کنون در مورد آن اظهار نظری نکردند و جزئیاتی از عملیات احتمالی آن نیز منتشر نشده است. در بیانیه‌ای که منتشر شده آمده است تروریسم و جنایت های وحشیانش که شامل فساد فلعرز و از میان بردن سکونتگاه ها می شود شرعن حرام است و نقض خطرناکی برای کرامت انسانی و حقوقش از جمله حق حیات و حق امنیت به شمار می رود. همچنین منافع کشورها و جوامع را با خطر روبرو می سازد و ثبات آنها را تهدید می کند. در میان کشورهای هاشیه خلیج فارس تنها ایران و عمان عضو این ائتلاف نیستند. یمن که درگیر جنگ داخلی است عضو این ائتلاف است اما از عراق و سوریه نامی برده نشده است. اعتلاف اسلامی به رهبری عربستان در حالی شکل گرفته است که ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس در نبرد علیه تروریست های دولت اسلامی در سوریه و عراق است. وزیر دفاع عربستان محمد بن سلمان در مورد تشکیل اعتلاف اسلامی گفته است ما با تمامی سازمان های تروریستی مبارزه خواهیم کرد و نه تنها با گروه دولت اسلامی. عربستان سعودی پیشتر اطلافی برای جنگ داخلی یمن تشکیل داده بود که هدف آن مبارزه با شیعیان شورشی یمن است. محمد بن سلمان ولیت و وزیر دفاع عربستان سعودی درباره این ائتلاف از مشارکت کشورهای عضو در این ائتلاف خبر داده و تاکید کرده این ائتلاف برای مقابله با تروریسم در عراق، سوریه، لیبی، مصر و افغانستان دست به اقداماتی خواهد زد. وی پیش بینی کرد که هماهنگی و حمایت بزرگی در این زمینه صورت گیرد. وزیر دفاع عربستان در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات بر مبارزه علیه داعش متمرکز خواهد بود پاسخ داده است نه فقط آن گروه بلکه هر سازمان تروریستی که در برابر ما قرار گیرد. عربستان سعودی و متحدانش حزب الله لبنان، اصاحب اهل حق، جیش المختار و حزب الله عراق را نیز در جمع گروه های تروریستی قرار دادند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است به تلاش خود برای انجام دور نهایی مذاکرات صلح یمن ادامه میدهد که قرار است روز سهشنبه 24 آذر ماه در سوئیس برگزار شود. مختار الرحبی مسئول دفتر ریاست جمهوری یمن اعلام کرده آتش بس در یمن از نیمه شب دوشنبه 23 آذر ماه عملا اجرا خواهد شد. به گفته منابع یمنی به رغم تلاش‌های مهم سازمان ملل هنوز اختلاف نظرهای مهمی میان نمایندگان دولت یمن از یک سو و نمایندگان هیئت حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح از سوی دیگر باقی است. این در حالی است که ها اعلام کردند که آنها اسلحه را تسلیم نخواهند کرد قطع نامه شماره 22 شورای امنیت از می میخواهد که سلاحهایی که از پادگانها و مراکز نظامی به تصرف خود درآوردند را تحویل دولت داده و شهرهای اشغال شده را خالی و کلیه موسسات دولتی را به دولت بازگردانند تا کنون چند بار برای برقراری آتش بس در یمن تلاش شده اما این تلاش ها با شکست روبرو شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران وجود حق نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را بیپایه و نادرست خوانده است آقای لاریجانی روز دوشنبه 23 آذر بدون بردن نام اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است برخی که این حرفها را میزنند آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را بیان می کنند که ربطی به قانون اساسی ندارد رئیس قوه قضاییه ایران گفت در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم به گفته ی رئیس قوه قضاییه طبق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و تشخیص از نظارت جداست اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران روز یک شنبه 22 آذر در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفته بود کار کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و این کمیسیون به مجلس خبرگان رهبری گزارش می دهد. آقای هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری غافل شود گفته بود که ما باید لاعقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند و هر عیبی دارند با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود پیش از این منصوبان رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مجلس خبرگان رهبری حق نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد. از این جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است که پیش از این گفته بود اعضای مجلس خبرگان نمی توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. علی متحری نماینده تهران در مجلس در آبان ماه سال گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که وظیفه خبرگان رهبری نظارت بر عمل کرده رهبر جمهوری اسلامی است اما اعضای این مجلس وارد هر موضوعی می شوند غیر از کار خودشان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. سفرای 28 کشور اروپایی در آمریکا روز دوشنبه 23 آذر ماه هشدار دادند که در برابر مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا برای محدودیت سفر به ایالات متحده می توانند دست به اقدام مشابه بزنند. مجلس نمایندگان آمریکا یک هفته پیش از این طرحی را تصویب کرد که بر سر راه سفر بدون ویزا به این کشور موانع جدیدی قرار خواهد داد. به موجب این طرح که با 407 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف تصویب شد چنانچه شهروندان این کشورها که عمدتا اروپایی هستند از ماه مارس 2011 به کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند نمی توانند بدون ویزا وارد خاک آمریکا شوند. این طرح برای اجرایی شدن هنوز نیازمند تصویب در سنای است و در نهایت باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. البته پیش از این از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شده است که دولت از طرح محدودیت سفر به ایالات متحده بدون داشتن ویزا حمایت می کند. سالانه 20 میلیون نفر به دلایل تجاری و کاری یا با قصد گردشگری به آمریکا سفر می کنند که بیشتر این افراد اهل کشورهای اروپایی هستند. اگر این طرح به تصویب برسد کسانی که در پنج سال گذشته به کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کردند برای سفر به آمریکا با سختی مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیوید سولیوان سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا در ای در وبسایت دهیل نوشت چون این اقدام کلی علیه بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که سالانه به آمریکا سفر می کنند به اقدامات قانونی متقابل منجر خواهد شد و به روابط اقتصادی فرااتلانتیک ضربه خواهد زد در حالی که هیچ اثری در افزایش امنیت نخواهد داشت. با این همه جان کاربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است ما با رهبران اروپایی در تماس بودیم و به تماسهایمان در ارتباط با نگرانیهایشان ادامه خواهیم داد سفرهای آلمان بریتانیا فرانسه اسپانیا و ایتالیا از جمله سفرهایی هستند که این متن را امضا کردند طرح اخیر بر شهروندان 38 کشور بیشتر همپیمانان آمریکا و کشورهای توسعه یافته تاثیر خواهد گذاشت برنامه حذو روادید از 1986 به شهروندان این کشورها اجازه داده است که به جای حضور در کنسولگری های آمریکا برای ورود به خاک آمریکا تنها فرمی را به صورت آنلاین پر کنند و مبلغی اندک واریز نمایند. این وضعیت در صورت تصویب نهایی طرح جدید تغییر خواهد کرد و سختگیرانه و وقتگیر خواهد شد. از آنجایی که اصل عمل متقابل در قوانین مربوط به ویزا اعمال می شود تصویب این طرح بدین معنا خواهد بود که 38 کشور یاد شده که برای نمونه فرانسه بریتانیا، آلمان و بلژیک نیز جزوشان هستند، طرح معافیت از ویزای خود را برای شهروندان آمریکایی لغو خواهند کرد. در این میان شهروندان ایرانی الاصل در اروپا یا آمریکا یکی از گروههایی هستند که بیش از دیگران از طبعات منفی چنین تغییراتی متأثر خواهند شد چرا که این طرح شامل افرادی که تابعیت دوگانه اروپایی و یکی از کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه را دارند نیز می شود. برخی گروه های ایرانیان نظیر شورای ملی ایرانیان آمریکا نایاک پیش از این مخالفت خود را با تصویب چنین طرحی ابراز کردند. روز دوشنبه خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد که این کشور بخشی از نیروهای نظامی خودش را از منطقه بشیقه در سی کیلومتری موسل واقع در شمال عراق خارج کرده. عراق پیشتر در این زمینه شکایتی رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده بود البته هنوز مشخص نیست دلیل این تصمیم تصمیم یک باره ترکیه برای خروج نیروهاش از موسل چی بوده میدونیم همین جمعه گذشته بود که آقای اردوغان خیلی با قول معروف قرص و محکم گفته بود که به هیچ وجه ترکیه حاضر نیست نیروهاش رو از شمال عراق خارج بکنه اما الان هم در واقع نکته که هست اینه که دقیقا خبرگزاری دولتی ترکیه و شبکه دولتی این کشور صحبت از خروج این نیروها از عراق به طور مشخص نمی کنن. یعنی در واقع توضیح بیشتری در این زمینه این خبرگزاری نداده در متن خبر این خبرگزاری تنها به این اشاره شده که بخشی از نیروهای نظامی ترکیه به صورت یک کاروان و به همراه 10 تا 12 تانک به شمال عراق منتقل شدند این خبرگزاری این جابجایی نیروها رو تحت عنوان تنظیمات جدید یا به تعبیری آرایش نظامی جدید ازش نام بره روز گذشته هم مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او سوال میکردن به وضوح پاسخی نداد تنها با اشاره و تایید این نقل و انتقال گفت که ما تعامل خوبی با برادران عراقیمون در این رابطه داریم و این نیروها برای آموزش سربازان عراقی در شمال این کشور حضور دارند همانطور که اشاره کردم هنوز به واقع دلیل اینکه چرا ترکیه با وجودی که اصرار بر ماندن این نیروها در موسل داشت اما روز گذشته یک بار تصمیم میگیره که دست جا به جابجایی این نیروها بزنه مشخص نیست اما آنچه میشه حد این هستش که این تصمیم البته بی با سفر هفته پیش مسعود بارزانی به ترکیه نیست روابط نسبتا خوبی رو اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر با دولت ترکیه داشته بخش از این روابط گرم در حوزه انرژی و تجارت برای دو طرف تعریف میشه تا صحبت از قراردادهای جدید گازی میان کردستان عراق با دولت ترکیه اخیرا مطرح شده که در گزارش های بعدی سعی خواهم کرد که به اون بپردازم اما خبر دیگه که روز گذشته باز هم در مناطق کرد نشینه ترکیه شاهد ناآرامی و درگیری میان نیروهای کرد با پلیس ترکیه بودیم که بر اثر این درگیری ها دست کم دو نفر کشته شدند این درگیری ها زمانی آغاز شده که ای از ساکنان مناطق کردنشین نسبت به وضع مقررات من رفت آمد و حکومت نظامی که از سوی دولت ترکیه در برخی شهرهای کردنشین اعمال شده دست به تظاهرات زدن که با واکنش پلیس روبرو شد پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد حال جنوب ترکیه و مناطق کرد نشین این کشور در ماهای اخیر همواره شرایط پر التهابی رو پشت سر گذاشته این نارامی ها پس از توقف مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه و شکسته شدن آتش طرفین تشدید شده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 23 آذر از ضرورت سرعت بخشیدن به مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی سخن گفت او از مأموریت اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خاور میانه برای فراهم آوردن کمک های نظامی بیشتر از سوی همپیمانان واشنگتن در نبرد با داعش خبر داد رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در پنتاگون نبرد با دولت اسلامی را مشکل خواند و برای پیشرفت در مبارزه با این شبکه تروریستی خواهان افزایش سرعت در نبرد شد با این همه وی ای تاکید کرد داریم سختتر از همیشه به داعش ضربه میزنیم اوباما به پیشرفت هایی که تاکنون اعتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا داشته اشاره کرد و گفت دولت اسلامی بخش های قابل توجهی از مناطقی را که پیش از این در عراق و سوریه تصرف کرده بود از دست داده است و رهبران دولت اسلامی یکی پس از دیگری هدف اعتلاف قرار می وی گفت رهبران دولت اسلامی نمی توانند پنهان شوند و پیام ما با آنها ساده است، نفر بعدی شما هستید ارتش آمریکا روز پنجشنبه 19 آذر اعلام کرده بود مدیر مالی گروه داعش در جریان حمله هوایی به شمال عراق جان خود را از دست داده است به گفته آمریکا دو تن از اعضای ارشد دیگر این گروه هم در جریان این حمله کشته شدند به گفته سخنگوی ارتش آمریکا کشته شدن این سه نفر فرمانده کنترل نیروها و همچنین تأمین مالی این گروه را تضعیف خواهد کرد باراک اوباما در حالی روز دوشنبه از ضرورت سرعت بخشیدن به نبرد با داعش سخن گفت که از زمان حوادث تروریستی پاریس که به کشته شدن 130 نفر انجامید و همچنین تیراندازی روز دوم دسامبر در برناردینو در کالیفرنیا که به کشته شدن 14 نفر انجامید مورد انتقاد شدید جمهوری خواهان است باراک اوباما پس از وقوع این حوادث اطمینان خاطر داده بود که ایالات متحده مرعوب ترور نمی شود. گفته می شود نشست هایی که این روزها خارج از کاخ سفید برگزار می شود. نیز بخشی از تلاش های دولت برای کاهش نگرانی مردم آمریکا نسبت به وقوع حملات تروریستی در تعطیلات کریسمس و سال نو است. اگرچه دولت آمریکا اعلام کرده که در حال حاضر تهدیدی برای این کشور وجود ندارد، اما نبود هشدار پیش از حمله در کالیفرنیا این نگرانی را به وجود آورده که آیا آمریکا توان مقابله با حملات بالقوه به ویژه در زمان مناسبت های نظیر کریسمس یا آغاز سال میلادی را داراست در این میان باراک اوباما از آغاز کار به نیروهای ویژه آمریکا در سوریه برای آموزش نیروهای محلی در مبارزه با داعش و حمله به رقه پایتخت خودخوانده این گروه تروریستی خبر داد البته با ما همچنان مخالف اعزام نیروهای زمینی گسترده به منطقه است در همین حال جانکری وزیر خارجه آمریکا روز سهشنبه 24 آذر وارد مسکو شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره کاهش اختلافات بر سر حل بحران سوریه و مبارزه با داعش مذاکره کند آمریکا و روسیه بر سر مسائلی چون نقش بشار اسد در روند انتقال قدرت سیاسی و همچنین فهرست گروه های مخالف حکومت سوریه برای شرکت در گفتگوهای صلح سوریه اختلاف نظر دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت برخورد با محمد دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات را نشان از عصبانیت و بدون پشتوانه اقلانی، قانونی و آینده نگری توصیف کرد. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی یک روز پس از احضار دوباره محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادسرا به دلیل انتشار اخبار محمد خاتمی صورت گرفته است آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 23 آذر گفته نگرانیم چون عواقب این گونه رفتارها به هیچ وجه به نفع نظام نیست غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضایی روز یک شنبه 22 آذر گفت دادگاه ویژه روحانیت آقای دعایی را به دلیل انتشار اخبار محمد خاتمی برای دومین بار احضار کرده و او پس از تحقیق و بازجویی با قرار تأمین آزاد شده است. آقای محسنی اجری تاکید کرده بود که ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دستور مستقیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست اما دستور دادستانی بر اساس اعلام شده از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. با این حال حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد روز دوشنبه 23 آذر گفت شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای مبنی بر ممنوع تصویری آقای خاتمی نداشته و یادآور شد که مصوبات این شورا نیز زمانی لازم که به تایید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برسد مقامات دولت حسن روحانی پیش از این بارها تاکید کردند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه مبنی بر ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی نداشته است. روز یک شنبه گروهی از کاربران شبکه های اجتماعی اعلام کرده بودند که در حمایت از تصمیم روزنامه اطلاعات برای انتشار اخبار محمد خاتمی این روزنامه را خریداری کردند و به گفته این روزنامه با وجود افزایش تیراژ این روزنامه در روز یک شنبه در کوتاه زمانی به فروش رفته است. آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واکنش های تند و بی های مخالفان کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت اعلام نامزدی شخصیتی چون او کمترین حق خانواده آیت الله خمینی و حتی یک شهروند عادی است. آقای هاشمی رفسنجانی با تاکید دوباره بر اهمیت انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری سرگیجه های سیاسی و توهین و بی اخلاقی های افراتیون و تندروها را قابل پیش بینی دانست و گفت که آنان از رویکرد مردم جامعه به تفکرات اعتدالی ناراحت هستند صبح امروز آقای لوران پابلیوس وزیر امور خارجه در یک مصاحبه رادیویی ضمن توضیحات در مورد نتایج نشست اجلاس 21 کمین برای محیط زیست و آب و هوا به مسائل بین المللی نیز اشاره کرد البته اطلاع دارید دیروز آقای جان کری داشت با آقای لوران پابیوس صبح جلسه تشکیل شد با حدود دوازده دولت مرد خارجی تا چارجویی بکنن در مورد مسائل سوریه امروز سهشنبه آقای جانکری به روسیه رفته است صبح با آقای لاوروف و بعد از ظهر دور ساعت دوی بعد از ظهر به وقت محلی دیداری با آقای پوتین اما اونچه که مهم است قبل از ترک فرانسه آقای جانکری با همتایان بریتانیایی آلمانی ایتالیایی قطری اردنی دیداری داشتند تا جوی ها قبل از مذاکرات با مسکو انجام بشود و همینطور نشستی رو که احتمال داده می شود روز 18 دسامبر سه روز دیگر در نیویورک انجام می شود روی هم رفته جدا از مسائل یمن وضعیت سوریه نوعی ضرب عجل رو هم به دنبال داره امروز شنیدیم که به مدد عربستان و سعودی 34 دولت که اغلب سنی هستند بدون حضور عراق ایران و طبیعتا سوریه مبارزه با داعش به طور جدی دنبال خواهد شد تا این لحظه مخابره خبر قبل از مذاکرات آقای جان با همتایان روسی در فرانسه چه در ایته دیپلماسی و چه در رسانه ها حضور دولت مردان جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت به حساب آمد است و اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهم و سازنده میتواند داشته باشد. پاریس تلویزیون ایران فردا.